امروز میخوام درباره مهاجرت به آلمان صحبت بکنیم چه از طریق کاری و چه از طریق پناهندگی قوانین پناهندگی تو سال 2024 -20 رو میخوام بهتون بگم و قوانین جدیدی که برای کارت شانس برای ایرانیا باز شده که میتونید راحت به آلمان مهاجرت کنید پس تا آخرین ویدیو همراه ما باشین سلام از ادب همه خوبن من مهدادم هفت سال که تو آلمان زندگی میکنم امروز میخوایم درباره پناهندگی صحبت بکنیم پیرو ویدیو قبلی من یه ویدیو درباره پناهندگی زد کردم اگر ندیدین لینکش رو بالا بریم ببینین میخوام درباره قوانین پناهندگی و مهاجرت به آلمان در سال 2024 با هم صحبت بکنیم ویدیو قبلی رو که گذاشتم خیلی کامنت تو یوتیوب از شما برای من اومد تو اینستاگرام و تو تلگرام سوال های مختلفی پرسی بودین درباره چه کار باید بکنیم درباره کار درباره کار بعد از پناهندگی ما میخوام امروز تمام این رو جواب بدیم و یه سری حرفایی من الان دارم میشنوم تو این استگرام. کسایی که تو اینجا زندگی میکنن و دارن اینو جا میندازن که آلمان دیگه به کسی پناهندگی نمیده آلمان دیگه خیلی سخت شده آلمان دیگه برای پناهندگی نیاید برید کشورهای دیگه نه این درست آلمان سخت شده ولی آلمان هیچ وقت نمیتونه بگه که من دیگه پناهندگی نمیگیرم یعنی پناهنده نمیگیرم به خاطر اینکه آلمان اون عهدنامه اون قدنامه ای که تو سازمان ملل رو امضا کرده و به هیچ وجه نمیتونه من پناهنده نمیگیرم یعنی چی آلمان بعد تا آخر موقعی که هست اینجوری که تو قانون اساسی آلمان نوشته باید پناهنده بگیره و حالا بستگی به اون پناهنده داره که اگه یه نفر واقعا پناهنده باشه جانش در خطر باشه تحت تعقیب باشه به هیچ وجه آلمان نمیتونه بهش پناهندگی نده پس به این دقت بکنید اگر واقعا شرط پناهندگی دارین به این حرفا دقت نکنین که وای آلمان نمیگیره آلمان اینجوریه بریم یه جای دیگه یا بخواین جون خودتون رو به خطر بندازین به خاطر اینکه به خاطر این صحبتهایی که, صحبته که میگن آلمان پناهنده نمیگیره یه آمار خود اداره پناهندگی و مهاجرت آلمان چند روز پیش منتشر کرده که این خیلی جالبه گفته که من از رو میخونم طبق آمار اداره پناهندگی و مهاجرت آلمان اکثر پناهجویان ایرانی رد میشن در سال گذشته تنها حدود 45 درصد از متقاضیان پناهندگی جواب مثبت گرفتن و سه ماه اول سال همین امسال 39 درصد یعنی اومده پایین یعنی روز به داره کمتر میشه سازمان کمک به پناهجویان یه سازمانی است به پناهجوان کمک میکنه بهش میگن پرز آزول آزول همون پناهنده است به زبان آلمانی در دومین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی خواستار حمایت دولت آلمان از پناهجویان ایرانی شده خب این هم الان توش بحثه به خاطر اینکه دولت آلمان همین الان 45 درصد نزدیک 5 درصد پناهندگان ایرانی رو قبول میکنه حالا ما باید بدونیم که آیا این کسایی که واقعا وارد آلمان میشن پناهنده واقعی هستن بعضیا واقعا کیسشون خیلی مسخره است یعنی میرن میشینن اونجا یه کیس مسخره میگن خب رد میشن خب این آما رو میاره پایین دیگه وگرنه شما یه کیس خوب داشته باشی واقعا پناهنده محسوب بشی به هیچ وجه شما رو رد نمیکنه نمیتونه که رد بکنه اگه شما را رد بکنه دولت آلمان شما میتونید از دولت شکایت بکنی مثل ایران نیست اینجا دادگاه اینجا حتی میتونی تو بری از رئیس جمهور شکایت بکنی و رئیس جمهور میکشونن تو دادگاه اگر شکایتت واقعی باشه به خاطر همین شما از دولت شکایت میکنی بعد قاضی پرونده تو رسیدگی میکنه و میگه که تو شرط به تو میدن و اصلا نمیتونه دولت دخالت بکنه توی کار قاضی این چیزی بود که فکری فکتی بود که خود چیز منتشر کرده بود خود اداره مهاجرت حالا میریم سراغ سوالای شما یکی سوال پرسیده که سلام آقا مرداد من براتون سوال اینجا میذارم سلام آقا مرداد من غیر وارد بشم برم کار پیدا کنم کارفرما میتونه کمکم کنه یا برام اقامت بگیره اولا که اگر غیرقانونی وارد بشی خب شما اجازه کار نداری یعنی کارفرما چجوری میتونه برای شما کار پیدا بکنه دوم که وقتی که شما غیرقانونی وارد میشی بعد اعلام پناهندگی بکنی وقتی که اعلام پناهندگی میکنی میرین تو پروسه پناهندگی یعنی شما وارد آلمان شدی غیرقانونی قانونی میرین الان اعلام پناهندگی میکنین بعد منتظر بشین که جواب قبولیتون بیاد یا رد بشین یا قبول بشین اگه قبول بشین که به کارفرما ندارین که براتون اقامت بگیره دولت آلمان سه ساله بهتون اقامت میده اگر رد بشین باز یه پروسه ای داره که به شما بعد از شیش ماه اجازه کار میدن ولی اون کار باعث نمیشه به شما اقامت بدن شما باید پروسه پناهندگیتون کلا بسته بشه یعنی پرونده بسته بشه الان طبق قانون جدید شما وقتی که مثلا شما وقتی رد میشین میرین چیکار میکنین از بنف یعنی همون دولت آلمان بعد میرین توی دادگاه توی دادگاه قاضی برای شما رای میده اگه قاضی هم شما رو رد بکنه شما دولدون میشین یعنی اینکه شما تحمل شده این چون شما پناهنده ایرانی رو به سادگی نمیتونن به ایران برگردونن شما دولونگ میشین وقتی که شما دولونگ بشین شما تحمل شدین این یه قانون های اومده آسپیلونگ دولونگ میتونین یا آسپیلونگ بردارین با دولونگتون اقامت بگیرین تو پاس ایرانیتون اقامت میزنن یه قانون ها اومده که اگه شما هیچ ماه کار کرده باشین و دولونگ باشین مثلا سه سال دو سال یا هیچ ما میتونید از اون طریق اقامت کاری بگیرید اونجا میتونه کارفرما برای شما یه کاری بکنه اقامت بگیرید چون قرارداد با شما ببنده و شما طبق اون قرارداد اقامت بگیرید مثلا یه قرارداد دو ساله داریم بهتون یه اقامت دو ساله میدن تو پاس ایرانیتون راحت میتونید دیگه به ایران رو برگردید دیگه ولی بعد پرونده پراندگیتون رو کامل ببندید یعنی دیگه بگید که من نمیخوام پرونندگیمو بررسی کنم سوال بعدی که سوال نیست نوشتین که در مورد مهاجرت به آلمان پندگی بیشتر ویدیو بذارین در مورد جزئیات کیسی که ارائه میدیم و بیشتر ببین درباره کسی که ارائه میدی اصلا کسی نمیتونه جزئیات بگه هر کیس برای هر شخص فرق میکنه ببین الان مثلا دو تا برادر میان با همدیگه میرن یه کیس میدن یکیشون رد میشه یکیشون قبول میشه بسته به اون فردی که میشینه جلوی شما از شما اینترویو میگیره حالش خوب باشه بد باشه اینا همه تاثیر داره. یعنی چجوری شما این صحبت رو بکنی شاید مثلا من برم اونجا همون صحبت رو بکنم یارو باور نکنه ولی یه نفر دیگه بره انقدر قشنگ صحبت بکنه تمام حرفاش باور بشه برای همین نمیشه گفت درباره کیس نمیشه صحبت کرد میشه راهنمایی داد مثلا این طرف یه کیسی داره میاره میره اینجا وکیل میگیره با وکیل صحبت میکنه وکیل میگه اوکی این کیس ده تو اینجا رو نگو اوکی تو اینجا رو اضافه کن به خاطر همین درباره کس کسی نمیتونه به شما بگه آقا بیا من بهت کیس بدم من که خودم نمیتونم یعنی اصلا چون شما یه کیسی بر ذهنیت خودت داری مینویسی و اون قاضیه که روانشناس اونجا نشسته و روانشناسی میکنه این کیسی که تو داری میدی آیا داری دروغ میگی یا داری راست میگی پس باید یه چیزی داشته باشین یه کیسی داشته باشین که اون کسی که اونجا نشسته حرف شما رو باور بکنه پس درباره کیس کسی نمیشون. نمیتونه شا... کسایی هستن که پول پول مفت میگیرن این کارا رو میکنن ولی به نظر من یه کیس داشته باشین خودتون بر اساس شخصیت خودتون، خانواده خودتون، محلتون، جایی که زندگی میکنی خیلی تاثیر داره. شما یه کیسی که مثلا یه بچه تهران میاد میده، همون یه بچه اهواز میاد میده، زمین تا آسمون فرق میکنه. بستگی به اون محیطی که تو از اون کیس ارائه داره میده، اون فرهنگ اون، اینا همه تمام فرهنگ جامعه ایرانو از حفظن. تو همه جا همه شهر ایران پس بهترین راش وکیل نوشتن که درود من کلیپی از شما دیدم خیلی خوب توضیح دادید فقط یه سوال اگه با ویزای شینگن مستقیم وارد بشیم بعد اعلام پناهندگی بکنیم خوبه یا نه اولم که ممنون که تعریف کردیم اما هم چک چاکریم بعدش هم نمیشه که کلی که ویزای شینگن ببین با ویزای شینگن بیایم خوبه یا نه ببین ویزای شینگن یه خوبی داره به نظر من شما سوار هواپیما میشی مستقیم میای بدون هیچ دردسری دو پنج ساعته میرسی ولی کسایی که واقعا پناهندن و ممنوع خروجن یا مثلا به طریق غیرقانونی وارد آلمان میشن از طریق زمینی خب خیلی سخته ببین یه سختی اینجا داره یه سختی اونجا داره مثلا شما وقتی که از طریق ویزای شنگن وارد آلمان بشین قانون دابلین بهتون میخوره یعنی چی قانون دابلین چیه قانون دابلین اینه که شما مثلا ویزا از فرانسه گرفتین از رفتین توی سفارت فرانسه از انگشت دادین با اون اومدین فرانسه دو روز موندین بعد اومدین وارد آلمان شدین آلمان علامه پناهندگی میکنین آلمان یعنی کل اروپا قانونی گذاشتن گفتن آقا هر پناهندگی وارد اروپا شد هر جا که وارد شد همونجا باید الان پرندگی بکنه یعنی شخص میتونه بیاد آلمان بعد از آلمان با ویزای آلمان بیاد بره فرانسه اعلام پرندگی بکنه یا از فرانسه بیاد آلمان پرندگی بکنه از هر شما میگیرن اولین ویزایی که ورودتون به اروپا بوده رو برای شما میذارن و به اون کشور نامه میزنن حالا اون کشور آیا شما رو قبول بکنه یا نکنه بسته به شانس داره به هزار تا موارد بستگی داره یه سری هستن که آقا بودن با ویزا شنگن اومدن دولوم شدن اصلا اون کشورم هم نخواست مثلا ایتالیا اصلا نامه نزد که آقا این اینا این نامه میزنن به ایتالیا میگن آقا این شخص با ویزا شما وارد کشور ما شده ما میخوایم این برای شما پس بفرستیم باید ایتالیا نامه بزنه و شما رو قبول بکنه وقتی که شما رو قبول بکنه اینا میتونن شما رو اخراج کنن از آلمان بفرستن به اون کشور دیگه که ازش اومدین و اینجا بهتون پناهندگی نمیدن ولی هزار تا راه داره مثلا سریا هستن میگن شش ماه بعد تو آلمان بمونی مخفیانه زندگی بکنی که این دولونگت برداشته بشه این اومدن سختترش سخترش کردن میگن شیش ماه بعد اونجایی که ما میدونیم باشه که هر لحظه بتونن بیان اخراجت کنن با ویزای شینگن خیلی راحت میشه اومد میشه پناهندگی هم داد اما اینکه چقدر چند درصد اعتمال داشته به شما رو برنگردونن این پنج و پنجه کسی نمیدونه باز هم از طریق وکیل میشه اینو عقب انداخت از طریق وکیل میشه موند باز بسته به شرایط داره شما مثلا بچه داری بچه کوچیک داری بچه مریض داری خودت مریضی شرایط سفر دیگر رو نداری خانومت حامل است به اینا همه بستگی داره پس میگم اگر واقعا با ویزا میخواین بیاین و بمونید قبل اینکه الان پرندگی بکنید حتما با وکیل مشورت کنید یه وکیل بگیرید تو هر شهر آلمان که هستید وکیل ایرانی پر وکیل های خوب نوشتن که میشه یه راه ارتباطی بدین سوال مهم دارم راه ارتباطی که دیگه این استگرام هست دیگه از توی پیج میتونین بردارین توی این استگرام پیام بدین اونجا خیلی پیام گرفتم دوست دیگه نوشته افراد زیر 18 سال از یک خانواده از همون اول اجازه درس خوندن دارن یا خیر آره افراد زیر 18 سال که خیلی شایدشون خوبه اینجا افراد زیر 18 سال اجازه درس خوندن دارن از همون روزی هم که میان یعنی اینجا تنها چیزیه که آلمان خیلی به شدت روی بچه ها حساسه یعنی اصلا شوخی درباره بچه نداره اینجا به تو پول میدن مایانه یعنی برای بچهت کیندرگل م... بهش میگن پول برای بچه دولت میگه ما به پول میدیم تو بچه رو بزرگ کن بچه برای ماه هیچ حقی در بچه نداری نه از اون لحاظی که حالا شما فهم کنیم ولی شما کوچکترین ظلمی که به بچه بکنید یا مثلا بچه رو بزنید روز بعد بچه رو ازتون میگیرن اجازه دیدنش رو دیگه ندارید یکی از دوستان خیلی جالب بود تعریف میکرد میگفتش که این تو نروژ بود میگفتش که من مثلا طبق عادتی که مثلا پدر مادرها به ما میگفتن مثلا بچه اذیت میکرد میگفتن نکن بابات بیاد خونه میکشد ها میگم بابات بکشد بعد این بچه هم رفته بود تو مدرسه مثلا اینا من چون خودم هم اینجا معلمم یه سری راه روانشناسی هست که از طریق داستان از بچه زیر بچه زبون بچه حرف میکشن که تو خونه چجوری باشون رفتار میشه اینا گفته بودن که ما یه خرگوشی داریم تو خونه پدر مادراشون میزننشون نمیدونم فلان کی مثل این خرگوش است این بچه بالا شده بود گفته بود که من بابام همیشه مامانم هم میگه اگه کنیم میدم بابا بکشت. خلاصه اینا اصلا همینجوری میمونن و سری همون لحظه دیگه بچه رو به خونه بر همون لحظه میرن بابا رو میگیرن و بچه رو ازشون میگیرن تقریبا یک سال بچه رو بهشون ندادن و بعد ازش تعهد گرفتن که تو حق نداری دیگه اصلا تو به بچه بگی یعنی ما هر هفته میایم روانشناسای ما میان و پیگیری میکنیم که تو بچه چرا بچه رو میکشی یعنی چی تو از این حق نداری به بچه دست بزنی بچه رو میخواید بکشی خلاصه پدر رو کلی بردن روانشناسی که مطمئنشم با این مثلا شوخی بوده فلان بوده که خلاصه اون دوست من از نروژ بعد اینکه بچه رو گرفت فرار کرد و من آلمان دوره آلمان پناهنده شد در کل میگم یعنی بچه خیلی تاثیر داره اینجا یعنی زیر 18 سال اینجا میتونه مدرسهش رو بره مدرسه آلمانی میره کنار اون آلمانیا میشینه خیلی سریع زبان یاد میگیره و خیلی زود پیشرفت میکنن بچه ها وقتی از سن کم میان اگه واقعا به خاطر بچه هاتون دارید میاد دارید کار بزرگی میکنه چون بچه ها اینجا واقعا بهشون میرسن خب این از سوالا بود که ما این سوالا ها سوالایی که اکثرا پرسیده بودن رو جواب دادیم حالا میخوایم درباره پناهندگی آلمان الان صحبت کنیم ببینید چند وقت یه چند ماهی هست که اینجا خیلی اوضاع به هم ریخته یعنی چی به هم ریخته یعنی اینکه اسلامگراه ها که چند وقت پیش حدودا دو ماه پیش یه پلیس رو کشت با چاقو یه آقای افغانی بود یه پلیس رو کشت و خیلی تو مدیای اینجا رسانه ها اینجا خیلی بهش پرداختن الان میگن که اینجا راستگره ها دارن قدرت میگیرن و شرایط برای پناهنده ها میخوان سخت بکنن و چند روز پیش هم دوباره یه نفر توی مراسم توی شهری با چاقو حدودا فکر کنم هفتش نفر رو کشت یعنی زخمی کرد و کشت و اونم باز وقتی که گرفتنش چیز م... اسلامی داشت یعنی گفتن داعش بود و نمیدونم فلان این الان خیلی بد شده به خاطر اینکه ماجرا اینجا دارن خیلی از این جرمای بزرگ انجام میدن حالا جرمای کوچیک مثل نمیدونم دزدی فروشگاه و اینا اینا زیاد برای اینا مهم نیست ولی جرمایی دو... جرمای مثل, مثل این کشتن چاقو زدن اینا خیلی برای دولت آلمان مهمه و برای افکار عمومی یعنی افکار عمومی چنان فشار آورد به دولت دولت الان قانونای الان تمام مرزهای آلمان رو دارن اه... چک میکنن یعنی شما الان من مثلا الان 6 ماه پیش رفتم از اینجا هل... هلند از هلند رفتم بلژیک از بلژیک رفتم فرانسه ب... یه نفر نبود از مرز گرا رد میشه میگه آقا وایس کجا داری میری تو اصلا مدرک داری پاسپورت داری ویزا داری داری, داری میری ولی الان شنیدم که تمام مرزها رو دارن چک میکنن یعنی دونه به دونه ماشینا رو چک میکنن که کسی غیرقانونی وارد آلمان نشه از این لحاظ میتونن سخت بکنن یعنی وارد شدن به آلمان سخت بکنن این ولی اینکه بخوان پناهنده نگیرن این یه دروغ محضه تا الان یعنی هیچ کس نمیتونه یعنی اگرم بخوان این کارو بکنن تا اینو قانون بکنن قانون بره تو مجلس تصویب بشه بعد بگن آقا از چه سالی اینو اجرایی بکنیم ولی شرایط رو میتونن سخت بکنن مثلا چی شرایط سخت کردن اینکه گفتن که دیگه ما به پناهنده ها پول نمیدیم و اینم هنوز یه صحبت ها قانون نشده هنوز و هن نگفت از چه سالی چون الان پن... وقتی شما پناهنده میشی اینجا اجاره خونه میدن مای 500 یورو به خودت حقوق میدن حالا اگه تنها باشی مجرد باشی پول آب و تو میدن بیمه درمانی تو مجانیه اینا همه رو برات دولت آلمان میداد تا الان ولی از اون موقعی که مثلا خیلی پناهنده و مهاجرا اینجا اومدن چیکار کردن این پولی که میگرفتن رو میفرستادن برای خانواده‌هاشون حالا تو هر کشوری یعنی میمدن اینجا از اون برم کار سیاه میکردن یعنی بدونی که مالیات بدن پول در می آوردن و اون پول رو میفرستادن الان میخوان شرایط رو به این صورت سخت بکنن که گفتن آقا ما میخوایم به پناهنده کارت غذا بدیم کارت قضا کارت یه کارتیه که دیگه اون پول رو نمیدن یه کارت بدین فقط با اون کارت میتونی غذا بخوری چون اینا میگن این 500 یورو رو که بدن فقط برای خورد و خوراکته با پوشاک که تو فقط بتونی اون 500 یورو رو بگیری غذا بخوری و لباس بخری به خاطر همین یه سری هم گفتن آقا این چه کاری این کار اصلا کار درستی نیست یه سری از فعالای حقوق بشر گفتن این کار خیلی غلطه نه این کار انجام بشه الان جنگ بینشون که اینا میخوان این کارو بکنن یعنی میخوان شرایط از این لحاظ سخت بکنن این که میان میگن آقا دیگه آلمان پناهندگی نمیگیره این یه حرف خیلی غلطیه آلمان میگیره حالا حالا پناهندگی شما واقعا پناهنده باشین حتما کیس پناهندگیتون کیسی باشه که کیس جونتون در خطر بوده از نظر عقیده جنسیت نمیدونم با دولت مشکل دارین یا هرچی اگر مدرک براش داشته باشین پناهندگی میگیرین اینجا حمایت میشین پناهندگی سه ساله میگیرین پاسپورت میگیرین اجازه کار میگیرین اجازه درس خوندن میگیرین تمام اینا هم رایگان بهتون میدن تا شما ادغام بشین با جامعه و وارد جامعه آلمان بشین حالا الان یه سری ها من دیدم یه مود شده میگن که ما میخوایم از آلمان بریم یعنی اینکه آلمان دیگه به درد نمیخوره آلمان سقفش کوتاه ما هر چقدر کار میکنیم مالیات میدیم و اینا با اونا هم میشه موافق بود و مخالف من خودم یه جورایی باشون موافقم یعنی 50 درصد موافقم 50 درصد مخالف به خاطر اینکه هر جا برین باز قانون کشور خودشو داره دیگه الان مثلا سری میگن کانادا کانادا هم یعنی باید خودتو آپدیت بکنی با اون قانون دیگه یه قانونایی داره که تو آلمان نیست مثلا وقتی که خودتو بتونی با این قوانین اینجا آپدیت بکنی میتونی زندگی بکنی زندگی خیلی خوبی هم میتونی بکنی نه اینکه مولتی میلیاردر بشی ولی بهترین ماشینی که تو ذهنت داری و میتونی بری بخری وقتی که کار بکنی از دم قسم ماشین رو نمایندگی برمیداری از حقوقت اون پولی که قسط ماشینت کم میشه بیمی ماشین هزینه ها رو میتونی پرداخت بکنی و اینجا تلاش بکنی کار خوب داشته باشی واقعا میشه زندگی خوب داشت این نظر منه حالا نظر دوستان نمیدونم کسایی که الان تو ویدیو رو نظراشون اینجا کامنت کنن ولی به نظر من این خیلی چیز پف... خوبیه حالا آلمان الان یه قانونی تو تصویب شده که آلمان میخواد که شرایط مثل کانادا بکنه یعنی چی یعنی که متخصص بگیره و اینم خیلی شرایط آسون کرده یعنی من خودم نظرم اینه که کسایی که واقعا شرایط پناهندگی ندارن یعنی میخوان الکی بیان پناهنده بشن یعنی شرایط پناهندگی ندارن از این شرایطی که آلمان گذاشته واقعا استفاده بکنید تعقیب بکنید کارت شانس یکی دیگه چیزهایی که وجود داره که خیلی راحت میتونید وارد آلمان همون کارت شانس که گفتم کارت شانس یعنی راحت ترین سبک مهاجرتیه به اروپا و به آلمان حالا دولت آلمان اومده مثل دولت کانادا سیستم امتیاز بندی گذاشته یعنی کارت شانس از خودشون هم گفتن که ما از سیستم کانادا اینو برداشتیم برای قبول شدن قبول شدن ویزاتون که بتونید به آلمان بیاید شما نیاز به 6 امتیاز دارید فقط من الان میخوام از رو براتون بخونم مدارکی که شما لازم دارید این قشنگ دقیق بخونم شرطی دریافت ویزای شانس آلمان برای متق... متقاضیان س... تسلط به زبان آلمانی در حد a 1 یعنی که هیچی یعنی بگید هالو وی یعنی سلام حالا چطوره من مردادم یا مثلا من قزنفرم من تقیم یا یعنی اینکه مدرک انگلیسی ب 2 داشته باشین در حد ب دو اثبات تمکن مالی میگن اثبات تمکن مالی شما دوازده هزار و پونسد بعد بلوکه بکنید وقتی که میخواید چیز بکنید وقتی که شما میخواید این دوازه هزار بلوکه بکنید هم میتونید پول بدید اگر کسی هم در آلمان یه فامیلی دارید یا برادری خواهری دارید اونم میتونه برای شما زمانت بکنه دیگه این پول رو نذارید داشتن سن کمتر از 35 سال این خودش باز امتیاز داره حداقل سه سال سابقه کار مرتبط یا آموزش ای یعنی اینکه تو فنی حرفه‌ای شما رفتید سه سال آموزش دید مثلا طرف مدرک مکانیک داره نجاری داره از این چه. داشتن مدرک تحصیلی مربوط به رزومه قوی مثلا شما سه سال فنی حرفه‌ای دارین تمام اون خودش دیگه قبوله یا اینکه فرض که فنی ای ندارین شما رفتین درس خوندین چهار سال درس خوندین مرتبط به اون رزومه که نوشین مثلا تو, مهندس کامپیوتری نری رزومه بنویسی برای پرستاری یعنی مرتبط بد باشه مدارکتون هم مدارک تحصیلیتون هم اینا خودشون باید تایید بکنن یعنی تحت نظر وزارت علوم آلمان باید باشه تسلط به زبان نمره نمره هم به این صورته تسلط به زبان آلمانی یک امتیاز برای سطح A2 یعنی شما اگه A2 داشته باشین که خیلی راحته یعنی گرفتن A2 کلا سه ماه زمان میبره دو ام... یک امتیاز میگیرین دو امتیاز برای B1 B1 هم 6 ماه هفت میشه گرفت سه امتیاز برای B2 یعنی کسی باشه که مثلا یک سال زبان آلمانی بخونه به رو بگیره سه امتیاز میگیره یعنی کلا شش امتیاز میخواد شما سه امتیازش فقط با زبان داری میگیری یعنی میگم این چقدر راحت بگه بالاتر از دیگه سه این سو اینا باشین که دیگه یه امتیاز هم بیشتر داده میشه بهتون دو امتیاز برای متقاضیان زیر پ سال ببین شما اگه زیر پ سالی به دو رو که داری سه امتیاز گرفتی دو امتیاز هم به خاطر سنت میگیری و یک امتیاز هم برای متقاضیان 35 تا 40 یعنی که 35 تا 40 یک امتیاز میگیری الان ما میخوایم حساب کنیم مثلا طرف اصلا آدو داره آدو داره یک امتیاز میگیره دو امتیاز هم برای سنش میگیره اصلا تا اینجا سه امتیاز گرفته سه امتیاز میخواد که ویزا بشه برای آلمان سابقه اقامت در آلمان یک امتیاز مثلا شما 6 ماه تو آلمان اقامت داشتین قبلا بعد حالا رفتین ایران دوباره میخوایم یک امتیاز داره 26 ماه گردشگری اینا قبول نیست باید اقامت داشته باشین یعنی اینجا آدرس داشته بودین مثلا زندگی کرده باشین واجد شرایط بودن همسر متقاضی برای کار به عنوان نیروی ماهر در آلمان یعنی اگر شما همسرتون همسرتون هم واجد شرایط باشه یعنی آدو رو داشته باشه و مدرک تحصیلی هم داشته باشه یا یعنی سه سال سابقه فنی داشته باشه باز جفتتون دو امتیاز میگیرید یعنی یک امتیاز رو یک امتیاز یعنی تا الان خودش 5 امتیاز چهار امتیاز بعد مدرک تحصیلی هم خودش سه امتیاز داره یعنی اصلا شما من میگم تمام کسایی که تو ایرانن 90 درصد کسایی که تو ایرانن اگر زبان آلمانی بلد باشن میتونن با کارت شانس به آلمان بیان یعنی چون ما اکثر بچه‌هامون اکثر جوونامون همه تحصیل کردن خب مدرک تحصیلی دارن مدرکشون رو انکنون میکنن اینجا گفته بود برای مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی تو انکنون میشه که تا... تاییدیه آلمان رو میگیره یعنی من خودم مدارک دانشگاه من دانشگاه تهران درس خوندم مدارکمو دادم یه لیسانس دیگه آلمانی به من دادن یعنی گفتن آقا انگار مثلا من اینجا درس خوندم یه لیسانس دیگه برای من واشن چاپ کردن آلمانی تایید کردن که آقا این لیسانس داره بعد خیلی هم قوی تر از مدرک دانشگاه تهران بهم دادن چون اینجا مثلا میگن که من کارشناسی تربیت بدنی خوندم اینجا بهش میگن دانشمند ورزش یعنی مثلا شغلی هم که دارم الان الان جا معلم ورزشم اینجا خیلی بالاتر از خیلی از آلمانیا هستم به خاطر مدرکی دارم چون اینجا بیشتر میرن فنی فید ای آسپیلو کار ندارم میگم یعنی 90 درصد بچه‌ای که الان دارین ویدیو میبینید شما میتونید از طریق همین کارت وارد آلمان بشید به راحتی یعنی خیلی ساده جور کردن الان شما میخواین ویزای چیز بگیرین توریستی بگیرین از نمیدونم فرانسه ایتالیا بیارو اون دلال از شما 5 هزار تا 7 تا نمیدونم الان قیمتش چنده از شما میگیره خب این 5 هزار تا رو شما میذین تمکن مالیتون یه خورده پولم میذارین روش 6 ماه میرین زبان میخونین دیگه 6 ماه زبان میخونین مدارکشم که اصلا خیلی ساده است یعنی قبلا شما برای بلو کارت که میخواستی به اینجا طرف دهنش سرویس میشد یعنی صبح تا شب میرفت میومد تا بتونه اون بلو رو بگیره الان با کارت شانس شما یعنی هلو بپر تو گلو یعنی یه کسی که واقعا بخواد مهاجرت بکنه واقعا بخواد زندگیشو تغییر بده تو شیش ماه میتونه از فرودگاه امام خمینی صاف به توی هامبورگ بره برلین یا فرانکفورت بشینه یعنی خیلی شرایط خوبیه امیدوارم که هر کسی که دوست داره مهاجرت بکنه چه کاری چه تحصیلی چه اونایی که پرندن مجبورن سریعتر به هدفشون برسن ولی یه چیز مهمه یه خط از آخرش بهتون بگم شما اگر واقعا تصمیم بگیرید که بیاید یعنی زندگیتون رو تغییر بدید اتفاق میفته براتون نه اینکه بقید بگیم آه ای کاش من میرفتم من اگه میرفتم اینجوری نه اگر زندگیتون رو بر پایه این بذارید که هدفتون اینه که آقا من میخوام برم آلمان اونجا مثلا آیتی کار بکنم شرکت خودم بزنم مطمئن باشید این اتفاق براتون میفته ولی اینکه نه نمیشه فلان من الان کسایی رو میشناسم من الان هفت سال اینجا از اون هفت سالی که من اینجا گفتم آقا اون موقع آس چیز آسپیلون خیلی باب بود هنوزم هست با هم آقا الان کنار کاری که داری میری آقا روز هفته دو جلسه برو کلاس زبان مدرک به یکی تو بگیر من اینجا برات آسپیلون پیدا میکنم میارمت اینجا ولی خیلی ها لغمه حاضر آماده دوست دارن دوست دارن که مستقیم که بهشون ویزا بده بیان بشن اینجا پناهندگی بدن و وقتی که میشه کاری راحت اومد اینجا راحت اقامت تو میگیری تابسون دل میشه میری ایران اید دل میری ایران ولی وقتی که شما پناهندگی بیاین اگر پناهنده نباشین خب رد میشین بعد اینجا خیلی اذیت میشین وقتی که پناهندگیتون رد میشه بهتون مدرک شناسایی یه کاغذ میدن هر جا میرین اونو میاد نشون بدین آب رو ریزی بعد هیچ چیزی بهتون تعلق نمیگیره مثلا یه حقوق بخور نمیری بهتون میدن تا موقعی که شما بیدن. ولی اگه با برنامه ریزی داشته باشین آقا من میخوام شش ماه دیگه یه سال دیگه آلمان باشم خب مثلا من خودم که میخواستم بیام من از زمانی که خدمت سربازی مو شروع, شروع, کردم گفتم آقا من بعد خدمتم میخوام برم دیگه شروع کردم یکم زبان خوندم راه و چاوش پیدا کردم با یه سری اینجا کانکت شدم تو آلمان یه خورده سوال مال پرسیدم خدمتم که تموم شد بلا فاصله اومدم یعنی کارت پای خدمت گرفتم یه هفته بعدش من از ایران خارج شدم منم خیلی سخت اومدم چون کارم خیلی سخت پیش ولی تصمیم گرفتم بیام و اصلا دیگه برای مهم نبود که آقا من به دیگه به ایران فکر نمیکردم کردم گفتم من میخوام مهاجرت بکنم زندگیمو تغییر بدم همیشه میگفتیم مثلا به پدرامون میگیم آقا تو چرا مثلا مثل فلانی فامیلمون عمومون خالمون تو چرا اون سالا مثلا نرفتی انگلیس چرا نرفتی آمریکا من میخواستم جوری باشم که فردا بچه من به من نگی که تو چرا نرفتی من خودم اومدم و به هدفم هم, هم رسیدم الانم شرایط خیلی خوبی دارم توی مدرسه معلمم کارم هم خوبه کارم هم دوست دارم اینجا تو بوندس هم بازی کردم قهرمان بوندس آلمانم هم شدم سه دوره میخوام بهتون بگم اگه هدف داشته باشین به هدفتون میرسین پس اصلا به این فکر نکنید به حرفای دیگران فکر نکنید آقا نمیشه آقا سخته آقا ول کن کی میره آلمان سختی داره غربت داره دلت برای خانواده تنگ میشه ولی میدونی که آقا یه راهی رو شروع کردی بعد تا تش بری دیگه بعدش هم آرامشه رو داری ببین تو ایران شما دلتنگی خانواده رو نداری ولی به هزار تا چیز باید فکر کنی آقا الان نرم بیرون بگیرنم اوه قسط این اومد آی برق قطع نشه آی تابستون نمیدونم زمستون گاز قطع نشه نمیدونم بنزین گرون شد آ صبح بلند میشی میبینی دلار شد هفتاد هزار تومن شب میخوابی دو... یورو شد صد هزار تومن. ولی اینجا اگر درست اون هدف گذاریاتو بکنی فقط دلتنگی اذیتت میکنه دیگه هیچ چیزی ازیت میکنه یه با آرامش میخوابی حقوق تو داری اجاره خونهتو میدی ماشین خوب سوار میشی تفریح تو میکنی ولی فقط یه دلتنگی میمونه که اونم اگه قانونی بخوای بیای یا همین کارت شانس استفاده کنی هر وقت دلتنگ شد میری ایران مابا تو دعوت میکنی اینجا یا اینکه اگرم غیر قانونی از ایران اومده باشی بیرون نتونی به ایران برگردی یه بلیط میکشی میری ترکیه اونا هم یه سفر میان ترکیه هم اوناش اشغال میکنن هم تو یه کشور دیگه رفتی پس خواهشن اگر هدفتون اینه که بیاین از همین الان شروع کنید امیدوارم که یه سال لگه شش دیگه شش ماه دیگه همتون اینجا ببینم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین من هر چیزی به ذهنم رسید گفتم خیلی بند بار این نیستم که اوی فلانی اینو گفت فلانی گفت من چیزهای شخصی خودم بودم من نه وکیلم نه مشاور پناهندگی ولی به خاطر این کامنت هایی که زیادی که برام اومد خیلی خداییش هنگ کردم انقدر حمایت شد بچه ها کردن و نوشته بودن که آقا تو رو خدا بیشتر دوارش حرف بزن من هفته یه بار میام اینجوری دوارش صحبت میکنم اتفاقایی که میفته قانونه جدیدی که میاد میگم امیدوارم براتون مفید بوده باشه پس اگر با این ویدیو حال کردین سابسکراب بکنید این زنگوله هم بزنید که ویدیو جدید اومد براتون متوجه بشین لایک هم بکنید کامنت هم بذارید سوال هم بپرسید دیگه اون زیر دیگه یه کاری بکنید دیگه الان من چه قصد دارم حرف میزنم خداش دمتون گرم خیلی دوستتون دارم مواظب خودتون باشید امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید